سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به پرونده قتلی در ایران میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1385 و در پاک دشت اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید قبل از هر اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید از همون روزای اول که کارم رو به عنوان رئیس پلیس شهرستان پاکدشت آغاز کردم به مامورا دستور دادم حتی به پیش پا افتاده ترین شکایت های مردمم رسیدگی کنن. تجربه سالها کار در اداره پلیس به من ثابت کرده بود که گاهی اوقات همین شکایت های بظاهر ساده و پیش پا افتاده ممکنه به پرونده مهم ختم بشه و رازهای زیادی رو برملا کنه. درست مثل ماجرای دستگیری قاتل فراری افغان اونم پس از یازده سال. یه روز تو دفتر کارم مشغول رسیدگی به کارهای روزانه بودم. در بین پرونده هایی که به دستم رسیده بود، یه پرونده توجهم و جلب کرد. تو این پرونده شاکی زن جوونی از اتباع افغان بود که از همسرش به نام موسا شکایت کرده بود. زن جوون در اظهاراتش گفته بود همسرم موسا دست بزن داره و کافی کمی باهاش جر و بحث کنم تا منو زیر مشت و لگت بگیره. اون در ادامه شکایتش نوشته بود همین چند روز پیش وقتی دوباره با او جر و بحثم شد و به خاطر بیکاری و بیپولیش با او دعوا کردم با عصبانیت بیشتر از دفعات قبل به جونم افتاد و در همون حال که منو با مشت و لگت کتک میزد گفت من سالها قبل همسر اولم رو به خاطر اینکه زبون درازی میکرد کشتم اگه تو هم بیشتر از این پات رو از گلیمت دراز کنی به سرنوشت اون دوچار میشی. زن جوون که از شنیدن این حرف همسرش حسابی ترس به جونش افتاده بود، فردای روز درگیری به پلیس مراجعه کرده بود و با اعلام این موضوع از ماموران کمک خواسته بود. در نگاه اول شاید به نظر میرسید که موسی برای اینکه زنش رو به ترسونه و از روی عصبانیت این حرف رو زده. اما همونطور که قبلا هم گفته بودم، تجربه به من ثابت کرده بود در برخی از پرونده ها پیگیری این نوع مسائل میتونه پرونده ای رو که سالها بدون پاسخ مونده بود به سرانجام برسونه. و همین خاطر به تیمی از کاراگاهان دستور دادم این پرونده رو بررسی کنن تا اگر با مورد مشکوکی برخورد کردن اون رو به صورت ویژه پیگیری کنن. کاراگاهان برای بررسی های بیشتر به اطلاعات بیشتری احتیاج داشتن. به همین خاطر دوباره به سراغ زن جوون رفتن. این بار زن جوون جزیات بیشتری از ماجرا رو در اختیار کاراگاهان قرار داد و فرضیه ی قاتل بودن موسا پررنگتر از قبل شد. زن گفت چندین بار از همسرم موسا شنیده بودم که سالها قبل به ایران اومده و در تهران مشغول به کار شده. اما پس از گذشت چند ماه به خاطر دلتنگی خانوادش به کشورمون برگشته. اما هیچ وقت توضیح بیشتری از اون سالها نداد و من چیز بیشتری درباره زندگیش در سالهای گذشته نمیدونم. به همین خاطر فکر می کنم ادعاهاش درباره قتل همسرش درست باشه و به همین دلیل بوده که در این مدت با من درباره زندگی گذشتش حرفی نزده. زن جوون مدعی بود که ماجرای جنایت در میونه. اما با این حال هنوز نمیتونستیم به حرفای زن جوون اطمینان کنیم چون ممکن بود اون قصد پرونده سازی برای همسرش رو داشته باشه یا از روی ترس از موسا این ادعاها رو به زبون ورده باشه. برای اینکه به صحت ادعاهای اون پی ببریم باید به سراغ پرونده های جنایی یازده سال قبل میرفتیم. رفتیم. پرونده هایی که مربوط به قتل یک زن جوان بود و با گذشت سالها قاتل دستگیر نشده بود. به این ترتیب بود که با همکاری پلیس آگاهی تهران به سراغ پرونده های قدیمی رفتیم. در جریان همین بررسی ها بود که به مورد مشکوکی برخورد کردیم. یکی از این پرونده ها مربوط به کشف جسد زن جوونی به نام زینب بود که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. جسد زینب رو یک چوپان در بیابونهای اطراف بهشت زهرای تهران پیدا کرده و به پلیس گزارش داده بود. همون موقع کاراگاهان پلیس آگاهی تحقیقات گسترده ای رو برای کشف راز این جنایت آغاز کرده بودند. تحقیقات و بررسی های اولیه نشون میداد که مقتول چند ماه قبل از اینکه به قتل برسه با مرد جوونی به نام رحمان که از اتباع افغان ازدواج و در یکی از محله های هاشیه ی شهر تهران زندگی می کرده. اما نکته عجیب در این پرونده این بود که پس از کشف جسد هیچ کس از رحمان خبری نداشت و او هم به طرز مرموزی ناپدید شده بود. با ناپدید شدن همسر زینب این فرضیه به وجود اومده بود که به احتمال زیاد عامل اصلی جنایت کسی نیست جز رحمان. این فرضیه زمانی پررنگتر تر شد که کاراگاهان در تحقیقات تکمیلی خودشون متوجه شدن زینب و رحمان با اینکه فقط شش ماه از زندگیشون گذشته بود با هم اختلاف شدیدی پیدا کرده بودند. به این ترتیب بود که رحمان به عنوان اولین مزنون این پرونده تحت تعقیب قرار گرفت اما هیچ وقت اثری ازش پیدا نشد. شواهد نشون میداد مرد پس از ارتکاب جنایت از کشور خارج شده و دوباره به افغانستان برگشته. نبود اطلاعات کافی از محل زندگی رحمان در افغانستان و عدم پیگیری خانواده زینب باز شد که این پرونده پس از گذشت سالها بدون نتیجه بمونه. ماجرای قتل زینب توسط همسرش شباهت زیادی به ماجرایی داشت که زن افغان برای معموران بازگو کرده بود. اما هنوز مدرک کافی در دست نداشتیم تا ارتباط بین رحمان و موسا رو پیدا کنیم. در این بین فقط یک احتمال وجود داشت. اینکه موسا همون رحمانه که پس از گذشت این همه سال و تغییر هویت به ایران برگشته. پرونده از حساسیت زیادی برخوردار شده بود. به همین خاطر دستور دادم تا چند تیم از ماموران پلیس آگاهی موسا را به صورت نامحسوس تحت نظر بگیرند. در جریان همین بررسی ها بود که اتفاق دیگه ای در این پرونده رخ داد. اتفاقی که باعث شد شک ما به موسا بیشتر از قبل بشه. تحقیقات که آغاز شد متوجه شدیم موسا در کار خرید و فروش مواد مخدره و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پاک دشت از سه ماه پیش او رو تحت نظر داره. با مشخص شدن این موضوع سرانجام تصمیم گرفتیم موسی را دستگیر کنیم تا راز این پرونده برای همیشه برملا بشه. اوایل تیر ماه سال 96 بود که پس از چند روز عملیات تعقیب و مراقبت با هماهنگی غذایی دستور بازداشت موسا را گرفتیم. به این ترتیب بود که دستور دادم کاراگاهان او را دستگیر و برای بازجویی به اداره پلیس منتقل کنند. موسا آدم زرنگی بود و خیلی راحت دم نمی به نمیداد. و همین خاطر باید نقشه حساب شده ای برای دستگیری اون طراحی می کردیم. در تحقیقات معموران مشخص شد که موسا صبح زود از خونه خارج میشه اما همیشه برای نهار و خواب بعد از ظهر دوباره به خونه برمیگرده. این یعنی بهترین زمان برای دستگیری متهم همون ظهر یعنی زمانی که او در خوابه. این نقشه درست از آب در اومد و کاراگاهان موفق شدن ظهر یکی از اولین روزهای تیر ماه موسی را در حالی که خواب بود دستگیر کنن. اون هنگام دستگیری خودش رو بیگناه میدونست. اما وقتی در جستجو از منزلش مأموران نیم کیلو مواد مخدر تریا کشف کردن خودش رو تسلیم کرد. اما تا اون لحظه فکر میکرد اون به دلیل خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده و حتی یه درصد هم فکرش رو نمی کرد دلیل اصلی دستگیریش قتلیه که یازده سال پیش انجام داده. موسا که به اداره پلیس منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت با خیال این که به خاطر خرید و فروش مواد مخدر بازداشت شده مدام تکرار میکرد این مواد برای یکی از دوستانش و در دست او امانت بوده اما وقتی کاراگاهان ازش پرسیدن یازده سال قبل کجا بوده و آیا از سرنوشت زن جوونی به نام زینب با خبره و آیا از همسر مقتول به نام رحمان اطلاع داره یا خیر با چهره متعجب گفت من زنی به نام زینب رو نمیشناسم و فقط چهار ساله که از افغانستان به ایران اومدم. از طرفی من نامم موساست و طبق گفته های شما قاتل این زن نامش رحمان بوده. هرچند مرد افغان اصرار بر بیگناهی خودش داشت اما در ادامه وقتی متوجه شد همسرش از ورود او به ایران اون هم در یازده سال پیش گفته دیگه راهی جز بیان حقیقت نداشت و در حالی که عرق سردی روی پیشونیش نشسته بود به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت یازده سال پیش چون در افغانستان کار نبود به صورت قاچاقی وارد خاک ایران شدم و خودم رو به تهران رسوندم برای اینکه خرجم و در بیارم هر کاری میکردم. از بنایی تا خرید و فروش مواد مخدر تا اینکه پس از چند ماه با زینب آشنا شدم یه دختر جوون ایرانی. ما عاشق هم شدیم و پس از مدتی زندگیمون رو شروع کردیم. اوایل همه چیز خوب بود تا اینکه پس از شش ماه مشکلاتمون شروع شد. زینب مدام به من گیر میداد. دیگه مثل قبل عاشقم نبود و احساس می کردم دیگه دیگه دوسم نداره. بارها باهاش صحبت کردم تا شاید به زندگی برگرده اما اون دیگه مثل قبل نبود. رفتاراش باعث شد بهش شک کنم. احساس می کردم اون با فرد دیگه ای رابطه داره. این فکر را عذابم می داد. تا اینکه وقتی زندگی مو از دست رفته دیدم تصمیم گرفتم از زینب انتقام بگیرم. یه روز که تو خونه بودیم و طبق معمول با هم سر مسائل پیش پا افتاده جرا بحثمون شد اونقدر عصبانی شدم که با دستام گلوش و فشار دادم. اون بیهوش شد و روی زمین افتاد. خون یه چشامو گرفته بود. و همین خاطر تصمیم گرفتم او رو به قتل برسونم تا برای همیشه از دستش راحت بشم. زینبو در حالی که بیهوش بود به بیابونهای اطراف بردم و با چاقویی که از آشپزخونه برداشته بودم به جونش افتادم و با زدن چندین ضربه چاقو به قتل رسوندمش. میدونستم اگر در ایران بمونم حتما دستگیر میشم. و همین خاطر در کمتر از 48 ساعت خودمو به مرز رسوندم و به افغانستان برگشتم. تا سه سال پیش جرأت نداشتم به ایران برگردم. اما بعد از این مدت با خیال اینکه دیگه کسی پیگیر ماجرای قتل زینب نیست و حتما آبا از آسیا بفتده دوباره به صورت قاچاقی وارد خاک ایران شدم. اما این بار با هویت جدید یعنی موسا. سه سال در تهران به صورت مخفیانه کار کردم. در این مدت حتی اجازه ندادم یکی از دوستام یا اقواممون که در ایران هستن منو ببینن. حدودا سه ماه پیش بود که از تهران به پاکدشت اومدم و به پیشنهاد یکی از دوستام دوباره وارد کار خرید و فروش مواد مخدر شدم. به این فکر می کردم که احتمال دستگیر شدنم به خاطر خرید و فروش مواد مخدر وجود داشته باشه. اما اینکه به خاطر ماجرای قتل گرفتار بشم اصلا باور کردنی نبود. مدتی قبل با همسرم که وقتی دوباره به ایران اومده بودم و باهاش ازدواج کرده بودم جر و بحثمون شد. از روی عصبانیت گفتم اگر زیاد اذیتم کنی تو مثل همسر اولم میکشم. از هم فکر نمی کردم اون حرفمو باور کنه. اما همین یه جمله کار دستم داد. به این ترتیب بود که پس از اعترافات قاتل پرونده را تکمیل و برای بررسی بیشتر و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی ارسال کردیم. اما این پرونده و پرونده های مشابه زیادی که به سرانجام رسوندیم این موضوع رو به من ثابت کرد که خون بیگناه حتی پس از گذشت سالها پای قاتل رو میگیره و هیچ قاتلی نمیتونه از جنایتی که رقم زده فرار کنه حتی اگر سالها موفق به فرار شده باشه. آیا شما به این موضوع باور دارید که خون بیگنا همیشه باعث رسوایی و دستگیری قاتل میشه؟ پاسختون رو در کامنت ها بنویسید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و شاد باشید.